بعد از لغو برجام توسط آمریکا و قبل از اجرایی شدن تحریم‌ها علیه رژیم ایران، اقتصاد این رژیم شروع به فروپاشی کرده. گزارشی از اسکای نیوز. الاقتصاد ایرانی فی محب الريح وبات شيئا فشيئا. ناظران میگویند اقتصاد ایران متزلزل است و به تدریج دارد از منظومه اقتصاد جهانی خارج می‌شود. نزدیک شدن اولین مرحله از تحریم‌های جدید آمریکا فروپاشی بخش‌های اقتصادی را به دنبال داشته است. تحریم علیه فعالیت‌های تجاری، فلزات گرانبها و طلا و خودروسازی با آغاز ماه اوت اجرایی می‌شود. مرحله دوم تحریم‌ها در ماه نوامبر دامنه گسترده‌تری دارد. در این مرحله بخش‌های کشتیرانی و بنادر و هر گونه تبادل مالی میان شرکت‌های خارجی، بخش انرژی و بانک مرکزی رژیم ایران هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرند. در عمل تنها طی دو ماه گذشته صادرات نفت ایران 8% کاهش داشته است. آمریکا به همپیمانانش فشار می‌آورد تا خرید نفت از ایران را تا ماه نوامبر آینده به نزدیک صفر برسانند. علاوه بر این از ماه ژانویه گذشته ریال ایران بیش از نیمی از ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است. کارشناسان مؤسسه پژوهشی اقتصاد جهانی BMI میگویند در سال 2019 اقتصاد ایران شاهد 4% افت خواهد بود. مشکلات زیاد دیگری نیز برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد که در نتیجه ازدیاد میزان بیکاری و فقر و تورم بخشی از آنها خواهد بود. مردم ایران در شهرهای مختلف در اعتراض به وخامت وضعیت معیشتی تظاهرات کردند.